از سال 2014 حدود 70 جنگی تاجیک با اولادشان از قلمروهای زیر اطاعت گروه تندروی دولت اسلامی به وطن برگشتند. مقامات تاجیک میگویند جنگیان بازگشته در حالت آسایشتگی برای کشور خطر ندارند، ولی در حالت زیاد شدن ناراضگی در جامعه این نفران میتوانند یک قوه بزرگ علیه دولت شوند. کارشناسان میگویند با شکست داعش برگشت جنگیان زیاد میشود، ولی باید طرز مناسبت کرد که جنگ را از خاطره آنها بیرون برد. مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگویند از سال 2014 از آغاز تاسیس گروه تندروی دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان تاجیکستان به این گروه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی از این شماره هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان برگشتند. سال گذشته مقامات گفتند که تاکنون تقریبا 60 شهروند تاجیکستان که با خواهش خود از حدودهای گروه تندروی دولت اسلامی یا نزدیکی مرز ترکیه به سوریه برگشته بودند مورد عفو قرار گرفتند. اما این بار اول است که مقامات تاجیک از خطر جنگانی برگشته صحبت میکنند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع این 70 نفر با امنیت عمومی تاجیکستان اگر اینجا صلح و ثبات مستحکم باشد هیچ ضرری آورده نمیتوان، تاثیر هم کرده نمیتوان، لیکن در حالت نااستواری جامعه، در حالت زیاد شدن ناراضگی مثلا دور با این اون مثلا این 70 نفر میتواند یک قوای بسیار بزرگی وزنینی هم شود. کارشناسان میگن با شکست داعش در خاور میانه باید انتظار برگشت زیاد جنگیان به وطن بود، ولی دولت با آنها باید طرز مناسبت کند که جنگ از خاطر آنها رفته شود. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی از تجربه اندونزی مثال آورد که در آن کشور جنگیان را یکچکه های غیر فعال میدانند و با آنها احتیاط کارانه مناسبت میکنند. این هم صحبتی ما گفت البته این فرد اوضاع سرکوب می شوند در خاور میانه و البته انتهای لاجی ندارند، آنها باید که از اونجا بریزند و از همه اون چیزی خطرنات آن هست که آنها به دیگر کشورها می آیند و فکر می کنند که تلاشی رسی پاری افغانستان می شوند یا تاجیکستان. این بسیار خطرنات هستند، بچه هایی که می آیند یعنی تجربه جنگی دارند. کارشناسان میگن مناسبت با برگشته ها باید یکگانه نباشد و از میان آنها فریب خورده ها باید شناخته و جدا کرده شوند. به قول همصحبتان ما از میان برگشته ها کم نیستند آن نفرانی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتند. بازگشت جنگان یگانه خطری نیست که در پی شکست داعش در سوریه و عراق به تاجیکستان تهدید میکند. مقامات تاجیکستان میگن فرار جنگان مسلح داعش با همسایه کشور افغانستان از تهدیدهای جدی میباشد که نه تنها به تاجیکستان بلکه در عموم به آسیای مرکزی خطر دارد.